ضرورتی به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی. تقدیر آمریکا از موضع فرانسه علیه برنامه موشکی رژیم ایران. بوشه، مجروح شدن 13 کارگر پتروشیمی بر اثر واژگون شدن مینیبوس. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در قاهره اعلام کرد آمریکا دیگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمی کند و ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند. از این رو دوران شرمی که آمریکا برای خودش به وجود آورده بود و همچنین دوران سیاستهایی که باعث چنین رنجهای دردآوری شدند به پایان رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد هنگامی که آمریکا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می کند، آنها جلو می آیند و پیشروی می کنند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با استقبال از فاصله گرفتن آمریکا از سیاستهایی که مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بودند، بار دیگر خاطر نشان کرد. دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، نقض حقوق بشر، صدور بنیادگرایی و تروریسم، چهار ستون تئوکراسی حاکم بر ایران است. راه حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموکراتیک دیکتاتوری دینی و تروریستی، لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه بار مماشات در 14 گذشته است. رژیم رکورددار جهانی اعدام تنها زبان قاطعیت و قدرت را می‌فهمد. رابرت پالادینو از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در پیامی اعلام کرد از موضع جدی فرانسه در قبال برنامه موشک بالستیک رژیم ایران استقبال می‌کنیم. ارسال موشک حامل ماهواره، همسط موشک بالستیکی قاره‌پیما و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. جهان در حال تشخیص تمامی ابعاد خطر ناشی از رژیم ایران است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه از رژیم ایران خواست تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه رژیم نسبت به این موضع‌گیری سوز و گداز کرد و آن را تکرار ادعاهای نادرست نامید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصر روز جمعه در دیدار با پادشاه، ولیعهد و وزیر خارجه بحرین اولویت‌های بسیار مهم از جمله مقابله با تروریسم و فعالیت‌های خطرناک رژیم ایران را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. سایت وزارت خارجه آمریکا گزارش داد آنها محقق کردن پیمان استراتژیک خاورمیانه با محوریت شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با نفوذ بدتینت رژیم ایران و پیشبرد شکوفایی، امنیت و ثبات منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. بر اثر واژگون شدن مینیبوس حامل کارگران پتروشیمی بوشهر در اصلویه، 13 تن از کارگران مجروح شدند. مینیبوس کارگران بر اثر برخورد با یک خودرو واژگون شد. کارگران مجروح به بیمارستان منتقل شدند. روز دوشنبه 10 دی ماه نیز یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران معدن در محور آباد نیریز در استان فارس واژگون شد. در این حادثه متاسفانه یک تن از کارگران کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع اعتراف کرد بودجه بندی امسال طوری است که ما حتما کسری بودجه خواهیم داشت. وی افزود در لایحه بودجه فروش 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که محقق شدن آن بستگی به مسائل مختلفی دارد. همچنین در لایحه بودجه رقم 5700 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده که نرخ میانگین است، اما وقتی کاهش صادرات نفت داشته باشیم روی همه مسائل اثر منفی دارد. در حال حاضر هیچ اطمینانی درباره تحقق درآمدهای کشور وجود ندارد.